سلام به همه برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز. خدا نیکوست و باور میکنی که همینطور که در این سرود خوندیم در قلب او جایی است برای تو؟ باور میکنین؟ هرچقدر تعداد زیاده، به هر حال قلب خدا اونقدر بازه، محبت خدا اونقدر بازه. و مطمئن باش الان هر جایی که هستی، شاید هم هنوز به عیسی مسیح ایمان نآوردی، بدون که یک جایی هست که برای تو رزرو شده که خدا میخواد تو رو دعوت کنه وارد قلب او بشی و اونجا لذت‌های بسیاری هست، آزادی بسیاری هست، شادی بسیاری هست. و امروز هم مطمئن هستم از اون خدا میخواد ما رو و تک تک ما رو، ما هم همینطور که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما رو اونجا هدایت کنه. فقط یک راهی هست، یک شرطی هست، و اگر همینطور امیدوار هستم در این پرستش قلبتون آماده کردین که طول و عمر و بلندی و همه محبت خدا رو امروز دریافت کنیم. و میخوام تشویق کنم به تک تکش، ما الان شاید با مشکلات آمدیم، با فکرها آمدیم، به فکرهای خودتون آمدیم، با شاید در سردرگمی هستین، جواب سوال شما عیسی مسیح و محبت اوست. یک کسی که او رو چشیده دیگه همینطور نخواهد موند. یک کسی که محبت خدا رو، روح خدا رو چشیده دیگه میتونم بگم که اون زندگی رو ادامه نخواهی داشت. و بعضی وقت هست که ما واقعا سعی میکنیم خودمون رو عوض کنیم، سعی میکنیم یه کارهای انجام بدیم که زندگی خودمون یکم عوض کنیم و به بن‌بست میخوریم. و امروز هم خدا میخواد تشویق کنه و بگه که یک جایی برای در قلب من برای توست و میخوام بیای امروز این محبت منو بچشی و اجازه بدی من تو رو لمس کنم. آماده هستین؟ اگه برای من یک لیوان آبم بیارین که بتونم از این آب دنیای بچشم، که بعد از این بریم چشیدن محبت خداوند. 3 هفته پیش بود فکر میکنم در مورد یک مطلبی صحبت کردم، خوش به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمون از آن ایشان هست، یادتون هست؟ و آنجا هم گفتیم که موعظه روح کو مربوط به یک شخصیتی داره. و زمانی که متی باب 5-6-7 رو میخونیم، اونجا واقعا میتونیم بگیم یک کسی که هنوز ایمانی طوری نداره، و همینطور هم بعضی وقتا ایماندارا زمانی که 5-6-7 رو میخونیم واقعا ناامید میشیم، ناامید از خودمون میشیم، مایوس میشیم، درمانده میشیم. و اونجا میتونیم بگیم این حیات، این زندگی، این رفتار کی میتونه زندگی کنه؟ متی باب 5-6-7. و این همه چی مربوط به شخصیته، چون 5-6-7 در مورد شخصیتی صحبت میکنه. و عیسی مسیح خوب خیلی ممنون، همینجا کافیه، تشکر. همینونی بعضی وقت عیسی مسیح ما رو واقعا به یه جایی هدایت میکنه که واقعا تو بن‌بست قرار بگیریم. و اینجا همینطور این موعظه روی کوه هم همینطور هم هست که در مورد حیات صحبت میکنه، رفتار صحبت میکنه و شخصیت صحبت میکنه. و زمانی که ما اونجا بن‌بست میرسیم، بگیم خدا دیگه واقعا هیچ کسی جز از تو نمیتونه متی باب 5-6-7 رو انجام بده. یک کسی که به اون جای رسیده و دیگه تسلیم میشه، اون موقع هست که خدا من دیگه خوش به حال تو که الان به یه بن‌بستی رسیدی و میدونی در تو هیچ حیاتی وجود نداره. حیاتی هست که ما نفس میکشیم، فقط حیاتی که خداوند میخواد به ما منتقل کنه، حیات جاودانی خودش، حیات خودش که شخصیت خداش اونجاست، یا اونجا بتونیم اینو دریافت کنیم به وسیله روح القدس. به این خاطر بعضی وقت که خدا تو رو به یه جایی میبره که واقعا به بن‌بست قرار میگیری و دیگه تسلیم میشی، شروع نکن به جنگیدن، شروع نکن با قدرت خودت یه کاری انجام بدی. تسلیم باش، ورشکستگی تو رو اعلام کن،
من برای خودم اینطوری نوشتم، خوش به حال مسکینانی در روح زیرا خوش به حال مسکینان در روح، من نوشتم خوش به حالی که از نظر مورد من میگم به من که ورشکستگی رو میتونم اعلام کنم، من هیچ چیزی خوبی در من وجود نداره. جلوی عیسی مسیح اوریانم، هیچ چیزی ندارم بهش بدم. و نه فقط با کلام، بلکه با زندگی در روح میافتم و میگم خداوند چیزی وجود نداره در من. اون موقع هست که خداوند میگه خوش به حال تو که به اونجا رسیدی، الان من شروع میکنم عمل کردن. و این خوش به حال که زمانی که در موردش صحبت میکنیم، این خوش به حال مسکینان در روح، اونجاست که ما خودمون رو فروتن میکنیم به حضور خداوند. یعنی کسی که اعلام میکنه من هیچ چیزی خوبی ندارم، اینجا وارد یک بخش دیگه میشه، بخش فروتنی میشیم ما. و ما باور میکنیم به وعده های او، باور میکنیم به حیات او، و همینطورم باورم میکنیم خداوند در من هیچ چیزی وجود نداره. فروتنی یا تواضع یعنی برهنه ایستادن در برابر خدا. هیچ چیزی نداری بهش بدی، هیچ چیزی هم نمیتونی بهش بدی، و هیچ چیزی هم خدا از تو نمیخواد، ور نمیداره. چون چیزی ما نداریم به خداوند ببخشیم جز از خودمون. امیدوار هستم امروز این تعلیمایی که هست یا موعظه‌ای هست واقعا ما رو روح القدس طور هدایت کنه که شناختی از خودمون به دست بیاریم و شناختی از محبت خدا، یعنی از خود خدا که چه کاری خدا لایق در زندگی تو انجام بده. ما سعی میکنیم زمانی که ما نجات پیدا کردیم، ما سعی میکنیم و منم همینطور چیزای خوب خودم رو به خداوند بیارم و خداوند همه چی رو رد میکنه. ما اگه واقعا فکر کنی در موردش، و واقعا منم خیلی وقت در این قسمت ها فکر میکنم، هیچ چیزی ندارم که بتونم بیارم به حضور او که خدای قدوسیه، که خودش بتونه از من برداره و بگه مرسی آلبرت این هدیه رو که به من دادین. هر چقدرم عالی باشه توی این کاری که چیزی برای خداوند میخواییم بیاریم، مبتلا شده با غرور. من برای خدا یه چیزی آوردم، این مثل یک خمیر مایه توشه. هیچ چیزی وجود نداره عزیزان، خبر خوشه که به تو بتونی به خدا ببخشی و خدا قبول کنه. بعد میدونی چه چیزایی هست که خدا قبول میکنه؟ خدا تمام آشغالای ما رو قبول میکنه، تمام شکستای ما رو قبول میکنه، تمام چیزای منفی که در ما وجود داره اینا رو قبول میکنه. و روی صلیب 2000 سال پیش اینو برداشته. و زمانی که به حضور خداوند میایم میگم خدا من با غرور خودم آمدم، خدا من با این کل شخی خودم آمدم، امروز آمدم با این تمام چیزای فکرای منفی و حسادت آمدم به حضور تو، این چیزایی هست که خداوند برمی داره. خداوند تمام چیز آشغالهایی رو میخوام بگم، واقعا الان از من صحبت نمی کنم، پر از آشغالی که هیچ چیزی به درد نخوردنیه، و خداوند میگه این چیزا رو میخوام که به حضور من بیاری. تن چیزی آلبرت خوبی نداری در تو که بتونی به من بدی. و اونجاست که خوش به حال مسکینان در روز. و زمانی که با این تمام صفتهای انسانیت کهنه میخوام بیارم به حضور خداوند، اینجاست که خداوند میگه زمانی که اینو به من میبخشی با فروتنی، هر چیزایی که از منه به تو منتقل میکنم، یک مبادله به وجود میاد. من آشغالای خودم رو میارم،
جلوی خداوند فروتن میکنم و اعتراف میکنم این معنی مسکین در روح و اونجاست که تمام چیزای نیک، تمام صفتهای شخصیت الهی او به من منتقل میکنه و اونجا عزیزان تبدیل شروع میشه و این فقط از طریق ایمان و سرسپردگی است. چقدر در زمانها من اشتباه می کردم، چقدر سعی می کردم برای خداوند کار کنم، چقدر سعی می کردم خدا رو خوشنود کنم با روزه، با دعا، هزار تا چیزایی هست که ببین خدا برای تو مثل این که الان یه چیزایی کردم، الان خداوند باید به من جایزه بدی. می میخوام متوجه بشیم عزیزان، شاید هم هنوزم اینطوری هست که سعی میکنیم خدا رو خوشنود کنیم. عزیزان، خوشنودی خدا اینه که قلب شکسته، قلب فروتن که بیاد اونجا و شکستگی زندگی خودش رو اعتراف کنه و نه فقط جلوی خدا. جلوی خدا ما خیلی خوب همه کار رو انجام میدیم، جلوی دیگران، چون اگر جلوی خدا ورشکست هستم پس جلوی شما هم اینطور. برحال نمیتونم الان ماسک بذارم، الان بیام از این بگم خود سلقداس آمدم بیرون و شروع کنم الان حکومت کردن و با غرور، با حسادت و هر چیزایی که هست حکومت بکنم. اینجاست که زندگی یا تبدیل ما شروع میشه. سرسپردگی معنیش چیه؟ ما خیلی زیاد در مورد سرسپردگی صحبت میکنیم، خیلی زیاد اسمای خودمون هم میذاریم، سرسپردگان، بردگان خدا، نمیدونم هزار تا چیزهایی گذشته بودیم فراموش کن همه اسمایی. خدا فقط از بالا نگاه میکرد میخندید، میگه ببین چی میکنن اینا، چه اسمایی گذاشتن روی خودشون. متی باب 8 آیه 20 میگه که روباهان را لانه هست و مرغان هوا را آشیانه ها، اما پسر انسان را جایی سر نهادن نیست. عیسی مسیح پادشاه پادشاه، رب العرباب، پسر انسان، پسر خدا در این دنیا بود، هیچ چیزی نداشت اما همه چی را داشت. آزادی ترین مرد در این دنیا عیسی مسیح بود، چون او وابسته به پدر بود، همه چیز رو از او دریافت میکرد. اون کلن سرسپردگی پدر بود، هر چقدر معجزه هایی میکرد، هر چقدر کارهای خوبی میکرد، هر دفعه افراد میامدن میخواستن از او یه پادشاهی بسازن، میگن ببین این من نیستم، این پدره که این کار رو انجام میده. جلال رو به خداوند با پدر میداد، هیچ خودخواهی درونش نبود، خالص مطلق بود، هیچ فکر منفی درونش نبود، هیچ سایه‌ای درون نبود، همه چی شفاف، پاک، تمام فکرها، تمام تصمیم‌ها، همه چی پاک بود، عالی بود. و زمانی که نگاه میکنیم عیسی مسیح، روح خدا درونش بود، راه میرفت، چه محبتی، چه فیضی، چه رحمتهایی میکرد به افراد خوبی. الان خداوند میاد میگه که من شما رو به یه بنبستی رسوندم که به شکست بخوری، که این حیات رو به تو منتقل کنم که تو هم بتونی مثل من در این دنیا زندگی کنی. آزادی واقعی حقیقی این است که به هیچ چیزی وابسته نباشی جز به عیسی. این روش زندگی، این روش زندگی که ما میکنیم یک واقعا نعمت از برکتی است. یک کسی به اینجا رسیده عزیزان که بگه که من هیچ چیزی در این دنیا لازم ندارم، وابسته نیستم، رهایی از همه چیز، ذهن و قلب خالی از
کالو نه از چیزهای دنیایی، ثروت‌های دنیایی، کالاها، خالی از کالاهای دنیایی، آزاد باشی که همه چیز رو بتونی به دیگران ببخشی، بتونی اینکه یه چیز رو نگه داری برای خودت. آزاد بودم به هیچ چیزی وابسته نباشی، متعلق به اون چیزی نباشی که بگم که ثروت و پول و هر چیزی میتونه باشه. این آزادی واقعیه. تو چیزی نداری از دست بدی. فقط تصور کن. چند روز پیش بود واقعا همینطور اینطوری رو بودست این چیزها رو باز میکرد. واقعا لذت میبردم. من چیزی ندارم از دست بدم. برحال زمانی که رفتم تو دیدم که نه خیلی چیزهایی هنوز هست. از خدا به ما نشون میده. فقط همین فکر رو که کردم، وارد این بودی شدم که دیدم که هیچ چیزی در این دنیا ندارم که از دست بدم. فقط خواهش میکنم فکر کن در موردش. یعنی هر کسی بیاد یه چیزی از تو بخواد ورداره، تو بتونی بهش راحت بدی. آیپد رو میخوایی؟ مثال میگم، وابسته به این نیستی. موبایله، پول و هزار تا چیزایی میتونه باشه. چون واقعا وابسته نیستی، آزاد هستی. چون اون موقع هر چیزی که از تو برداشته میشه اذیتت، ناراحتت نمی کنه و احساس نمی کنی یه چیزی از دست دادی. متوجه هستی؟ برین تو خونه یکم فکر کنین. این آزادی واقعیه. ما بعضی وقت اینجا میپریم اونجا عیسی هم از جایی که روح القدس آزادی هست آنجا شروع میکنیم آزاد کردن اعلام کردن و چیز درستی هم هست، واقعیتش هم هست، فقط درونش زندگی کردن یه چیز دیگه هست. آزاد شدن از همه چیزا یه چیز دیگه هست که بدون محبت خدا، بدون وصل شدن با او غیر ممکن. عزیزان، ما اونقدر همه وابسته هستیم. همینطور باب متی باب 5:6-7 رو که میخونین میگه که هرگاه کسی تو رو برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشه، کت خود را هم به او ببخش. یه کسی پیراهن تو میخواد، میگه حتی کت تو که قیمت تره، با ارزش تره، میگه پس اینو میخواد، پس اینم بهش بده. هرگاه شخصی تو رو به پیمودن 1 کیلومتر را مجبور نماید، 2 کیلومتر با او برو. ما اصلا 10 متر نمیریم. واقعا عزیزان این چیزایی که میخونم خجالت میکشم. این حیاته، این شخصیته، پشتش محبت خداست، حیات خداست، صفتهای خداست. میگه که زور بکنه، نه اینطوری با محبت خواهش میکنم میتونی به من بیایی کمک کنی، نه، زور میکنه، یخه تو میگیره و خداوند میگه باشه اوکی، 2 مایل برو با او. یک کسی در دست راست صورتت چپت میزنه، دست راستت هم نگه دار. کسی هست اینجا میتونه انجام بده؟ من به شما میگویم دشمن خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمونی خواهید بود. اینطوری رفتار کنی مشخص میشه روح خدا، روح عیسی در توست که این کارو میتونه انجام بده. بعد از این بزرگترین آیه که اینجا نوشته که واقعا اونجا
ما رو واقعا باید بگون زانو بیاره، میگه که پشما باید کامل باشید همچنان همینطور که پدر آسمان شما که در آسمان کامل است. بنبست، ورشکستگی، کی میتونه؟ آیا میتونی شما با قدرت خودت یک کاری کامل باشیم مثل خدا؟ یعنی شخصیت الهی رو زندگی کنیم، زیست کنیم مثل عیسی؟ غیر ممکنه. با قدرت خودمون غیر ممکنه. اونجاست که فقط فقط عیسی عزیزان، فقط خدا، زمانی که ما اجازه میدیم خدا به وسیله روح القدس خودش رو این حیات رو باید به ما منتقل کنه، با ما یک بشه. اون موقع است که تمام چیزهای منفی خودمون رو که وارد میشه روی صلیب عیسی مسیح و تمام نیکویی، خوبی، زیبایی، صفتهای خداست که قرار میگیره در من. اون موقع نمیگم که من برکت گرفتم. اون موقع من میتونم بگم من خدا رو زیست میکنم. برای این ما خلق شدیم خدا رو زیست کنیم. بیا این آدم رو به صورت ما، موافق ما خلق کنیم که سلطنت کنن. اونجا با هدف خدا میرسیم. غیر ممکن عزیزان ما بتونیم این حیات رو انجام بدیم، حیاتی که عیسی مسیح انجام داد. به این خاطر گفته که من نآمدم کتب رو رد کنم، من آمدم تمامی چیزهای نوشتن زندگی کنم، زیست کنم. با آخرین لحظه عیسی مسیح از اول تا آخر دیدیم همه چی رو تکمیل کرد. هیچ چیز منفی، خودخواهی در او پیدا نشد. و زیبایی این عزیزان اینه که همین حیاتی که هست ببینیم کیفیتش فرق میکنه، صفتاش فرق میکنه. میخواد خدا به تو ببخشه، میخواد به تو منتقل کنه، به ما منتقل کنه، میخواد عوض بکنه، ما متبدل بشیم، تمام چیزهای از ما بهش بدیم و چیزهای منفی رو بدیم، چیزهای نیکویی و هر چیزهایی که مربوط به شخصیت دریافت کنیم، نه برکت دریافت کنیم، حیات جاودانی الهی دریافت کنیم. بدون از آن، به این خاطر میگم سرسپردگی غیر ممکن است عزیزان. صبح تا شب دعا کن، صبح تا شب روزه بگیر، صبح تا شب هزار تا کار رو انجام، برو درس مدرسه کتاب مقدس، همه کار رو انجام بدی. سرسپردگی، تسلیم شدن، فروتن شدن، که خوش به حال مسکینان در روح، غیر ممکنه تبدیل در تو شکل بگیره. فقط با سرسپردگی و تسلیم همه چیز را که متعلق به عیسی است ما میتونیم دریافت کنیم. و بزرگترین چیزی عشق مسیح که پشتش قدرت، قدرت، صبر، تحمل، که میتونه همه چی رو غلبه بیابه. در مزمور 73 اینجا نویسنده مزمور 73 میگه کیست برای من در آسمون؟ و غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نمیخوام، معنی نداره. غیر از تو هیچ چیز رو در زمین نمیخوام. هیچ چیزی وجود نداره که جان منو خوشحال کنه، خوشبخت کنه. هیچ چیزی ندارم جز از تو عیسی. و این به وسیله روح القدس که ما به دست بیاریم. ما میدونیم که زمانی که ما روح القدس رو به دست آوردیم، تولد تازه رو به دست آوردیم، این یک فیض بود، بخشش بود،
فیض خداست که ما رو هدایت کرده که ایمان بیاریم به عیسی مسیح، توبه کنیم، بازگشت کنیم. بعد از این خدا این هدیه رو روح القدس رو به ما میبخشه. لیاقتش رو اصلا نداشتیم، فقط این یک بخششی است که خداوند با ما داده. فقط تبدیل شدن به صورت او جایی هست که باید یک بهایی پرداخت کنیم. تبدیل شدن یعنی میخوام درست متوجه این تبدیل شدن به قدوسیت پاکی درخشش زیبایی خدا، اونجاست که باید یک بهایی پرداخت کنیم. و اینجاست که غرور ما میسته، اونجاست که هنوز روی خودمون نگاه می‌داریم. ما سعی می‌کنیم با قدرت خودمون یک کارایی انجام بدیم. و می‌خوام اون دو اینا متوجه بشین، عیسی مسیح یا روح القدس ملموس نیست. تو نمی‌تونی او رو بگیری. خیلی ممکنه. تو نمی‌تونی روح القدس رو بگیری، مایوس ملموس که بتونی بگی تو رو میخوام. نه، اون زمانی میخواد و زمانی میاد و زمانی که تو رو در آغوش بگیره، زمانی که خودش بخواد و خودت رو آماده کرده باشی. کجا بریم عیسی جان؟ کجا بریم روح القدس؟ کجا بریم که من تو رو بگیرم؟ من دنبال تو هستم. جایی وجود نداره. و زمانی که ما صبر میکنیم، قلب خودمون رو آماده میکنیم، در این فروتنی میاییم، برشکستگی خودمون رو اعلام میکنیم، اون موقع هست مطمئن باشین، اون موقع که داد میکشین، اون موقع میگه خداوند تو رو میخوام، اعتراف میکنم چیزی نه من نیست، تو رو میخوام، تو رو میخوام. هیچ چیزی در این دنیا نیست که منو راضی کنه. هیچ چیزی وجود نداره. تو رو میخوام. و این قدم ها رو برداری، خواهی دید او خواهد آمد. این مانند یک مبادله هست، زندگی تو در برابر زندگی عیسی مسیح. متوجه میشین عزیزان؟ برای این حیاتی هست که عیسی ما رو دعوت میکنه. زست یک زمانی هست که خدا برکت داد، خدا هر چیزی که ما احتیاج داشتیم کمک کرد، تسلی داد، بنا کرد. یه زمانی هست، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، بعد یه زمانی هست که الان خدا میگه دیگه کافیه. الان یه زمانی رسیدی که الان میگم دیگه الان از این بلوغ آمدی بیرون، الان هم احتیاج هست که من خودم رو به تو منتقل کنم. تو احتیاج به حیات من داری. من تو رو خلق کردم که این حیات من رو زیست کنی و زندگی کنی، رفتار کنی. شاید این دعایی که بهار تو کردی چون همون چیزی بود که امروزم خداوند گفته شامه اسرائیل، خدای خودت رو دوست داشته باش، همسایه خودت رو دوست داشته باش، همینطور به خودت. این دعا رو برای تو قسمت هایی که کردی که خداوند بتونی به دیگران محبت کنیم. شاید یک نبوتی بود که خداوند در این قسمت هم کرده، چون امروز هم میگه شامه اسرائیل، یعنی بشنو اسرائیل، بشنو قوم خدا، بشنو کلیسای آلفا اومگا. یا سوال من اینه که عزیزان، آیا میخوایی شخصیت عیسی مسیح رو زندگی کنی، زیست کنی؟ آیا میخوایی شخصیت مسیح در تو شکل بگیره؟ زود آمین نگیر. میگم بهایی هست. سرسپردگی بهایی هست. و توشم درده. شامه اسرائیل،
بشنو اسرائیل. به تو عطاتی خیلی زیاد خدا من گفته بشنو قوم من، بشنو. موضوع تیتر موعظه امروز، نمیدونم دیدی یا نه، آیا ترس دارین که یا میترسین صدای خود رو بشنوین؟ آیا میترسین صدای خود رو بشنوین؟ بعضی وقت ما میگیم خدا من صحبت کن، من میخوام تو رو بشنوم. نه؟ بعد بیشتر ما میگیم که خدا من با من صحبت کن، بشنوم چیزی که من دوست دارم به من بگو، من میخوام اینا رو بشنوم. یه کسی که هنوز آزاد نشده، یه کسی که هنوز سرسپردگی در سرسپردگی زندگی نمی کنه، دائما خواهد از صدای خدا ترسید، چون خدا میتونه یه چیزی بگه به تو که تو باید انجام بدی و تو دوست نداری. به این خاطر گوشاتو میبندی، مبادا بشنوم. خیالت راحت باشه، خدات با تو صحبت نخواهد کرد، چون میدونه که تو اصلا گوش شنوا نداشتی. این موعظه هم که میکنم میدونم افراد اینجا هستن اصلا نمیخوام بشنون، چون بشنون باید قدم های توبه و بازگشت بردارن، باید سرسبوی، باید چیزها رو از دست بدن، چیزهایی که برای خودشون ساختن. الان هر چیزی میتونه باشه. به این خاطر گوشهای خودمون رو میبندیم، دوست نداریم بشنویم خدا به ما چی میگه. نسلی که دو هفته پیش موعظه کرد در مورد کلیسای افسوس، پنجا چی گفته؟ آخر گفته که بشنوین که روح به کلیسا چی میگه. در مورد محبت نخواستیم بود، یه اخطاری هم بود، اگه توبه نکنی من چراغدانو از تو برمیدارم. پس میبینیم یه چیزی جدی هست، محبت نخواستین یعنی یه چیزی هست که مربوط به سرسپردگی هست. ما هنوز اینطوری با خدای قدوس آشنایی پیدا نکردیم که واقعا بدونیم که محبت یه چیزی نیست که فقط خدا میاد یه چی محبت. محبت یعنی خود خودش رو به تو میبخشه و تو این حیات، حیات خدا محبتشه، چون خودش محبته. همونطور که ما دسته میبینیم که پسر جوانی که آمد با ثروت زیادی گفته عیسی مسیح چطور میتونم حیات جاودانی به دست بیارم؟ گفته باشه که قانون خدا رو، شریعت خدا رو انجام، اینو از اول انجام دادم، احکام ده فرما رو انجام دادم، همه چی رو انجام دادم. بعد این گفت عیسی مسیح میگه که دستشو میذاره روی اون نقطه کوریش، کریش، و میگه که باشه همه چی رو بفروش، به فقیران بده، نه جمع کن تو بانک، بفروش به فقیران بده و بیا منو پیروی کن. سر سپردگی از همه چی، تو باید رهایی پیدا کنی، تو باید آزاد بشی از هر چیزی که در این دنیا تو رو وابسته کردن. به این خاطر میگم افرادی هستن که گوششو بستن، نمیخوان بیان زیر دست خدا، چون فکرهای خودشون کردن، نقشه های خودشون کشیدن و خدا نمیتونه اونجا صحبت کنه. بعد به تو میگم هر جایی که الان نمیدونم به کیا هست اینجا، بعد به تو میگم فراری از خدا، فراری از کلام خدا
باعث میشه که تو هیچ موقع تبدیل به صورت او نخواهی شد. خدا تو رو دوست داره. دست خودم روی توست. خدا تو رو محافظت میکنه و تبدیل شدن مربوط به سرسپردگیه. عیسی مسیح که میگه در این که زمانی که مقایسه میکنیم به ثروت‌هایی که در این دنیا داریم، چیزهایی که ما سفت نگه داشتیم و نمیخوایم از دستمون بدیم، چون ما ارزش عیسی مسیح رو نمیدونیم، ارزش خود این حیات رو نمیدونیم. عیسی مسیح رو عنوان شخص رو نگاه میکنیم، فقط هم حیاتی که توش هست ما این رو نمیبینیم چه پر شکوه و جلال و آزادیه. همینطور به شما گفتم عزیزان، این موعظه میکنم نه برای شما، میکنم برای من، برای همه ما میکنیم. تو یه زمانی هست که خدا میخواد یه کارهای عجیب انجام بده. تبدیل شدن و خودش رو میخواد ببخشه. کلام خدا در کلوسیان باب 2 آیه 3 میگه تمام گنج های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. تمام گنج هایی که من احتیاج دارم، نفس من احتیاج داره، در اوست. این را میگوییم تا مبادا کسی شما رو با دل های شما رو با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. اینو به شما میگم، اینجا پولس میگه در مسیح همه چیزی که هست ما احتیاج داریم. منظور اینه که عزیزان در این حیات مسیح، سه هفته پیش هم موعظه کردم، ما در مسیح یعنی توی یه بُعد دیگه هستیم و این بُعد یک شخصیت مخصوصی داره. به این خاطر عزیزان خدا میخواد ما رو، منو و ما رو آزاد کنه از تمام بت‌های این دنیا. ممان که زمانی خداوند میگه که تو نمیتونی همینطور ممان رو و خدا رو بپرستی، خدای خودت باشه. ممان یک وسیله واسطه هست که خود یک چیزی هست که خدا به تو بخشیده که از او استفاده کنی. این به تو بخشیده که استفاده کنی، همینطور زندگی میکنی، همینطور هم خوبی بکنی. متوجه هستی؟ این واسطه ای هست، کاغذه، بوت نیست. و زمانی که اینو ور میدارم بوت میسازم، اونجا خمیرمایه وارد زندگی من میشه، سرسپردگی از بمیره، توی اسارت زندگی میکنیم. آزادی دیگه نیست، چون من میترسم از دست بدم، چون یک بوتی هست. به این خاطر میگه که از این پول، از این ممان استفاده کنین، دوستایی بسازی، یعنی استفاده کن، ببخش، کمک کن. اساس پادشاهی خدا عزیزان دادن، نه گرفتن و نگه داشتن، ساختن. و این بدبختی ماست و اینجاست که ما آزاد نمیشیم، بلکه بیشتر و بیشتر وابسته بشیم. این ممون، هیچ کسی نمیتونه اینجا بگه من آزاد هستم. این خمیرمایه در همه ما نفوذ کرده، ما زیر تسلط ممون شدیم. کم و پیش می ترسیم. نگرانی از کجا میاد؟ زمانی که باب 6 رو میخونیم میگه نگران نباشین، نگاه کنیم به بلبل ها، به نگاه کنیم که چیز هیچ کاری نمیکنن و پدر آسمانی شما به شما بینا نگه میداره. ای کم ایمانان، چرا می ترسین؟ چرا برای فکر میکنید چه بپوشم، چه بنوشم و زندگی کنم؟ اینا رو خیلی آریه های خیلی عالی هستن، میخونیم لذت میبریم، بعد نه کسی نه از من بر نداره. ما میگیم که ما سرسپرده هستیم. فقط نه، 10 رو میدیم. کسی که 10 رو میده، نمیده،
و میترسه یا نصفش رو میده یک کمش میده، پس مطمئن باش خمیر مایه ممون در توست. یا اگر میدی و فکر میکنی یه چیزی از تو کم شده، ممون در تو قرار گرفته. هر چقدر میگی عیسی مسیح خداوند منه، عیسی مسیح نگاه میکنه میگه نه، با زبانت میگه که من خداوند هستم، فقط یه خدای دیگه داری، ممونه، چون دهیه که منو نمیدی. معمولا همه چیز مال منه، ما اینطوری ما میگیم در این قرن 21 ما میگیم همه چی مال خداست، پس واقعا همه چی باید مال خدا بشه. الان 10% میدم، اوکی، بقیه 90% هم مال خداست، پس باید نگاه کنم که با این 90% که مال خداست چطور میتونم زندگی کنم و چطور میتونم باعث برکت دیگه باشم. من اونجا باید سی توبه میکردم و جلوی شما هم توبه میکنم، برای کلیسا هم اینطور. ما سالها وضع کلیسای مالیمون خوب نبود و ما هم اینطوری چیز کردیم، باشه غذا بپزیم، غذا بپروشیم، یعنی قهوه، شیرنی، همه چیزهایی که چیز کردیم که بفروشیم که وضع کلیسامون بهتر بشه. از 2 جاهای مختلف اونجا نبوت شد، به من گفته شد و منم باور نکردم. گفتن که خدا من به کلیسای شما داده، به کلیسای شما گفته که شما خرید و فروش اینجا میکنین، به مثل همون خانه من خانه دعاست. و همینطور فکر کردم، گفتم آخه خرید و فروش نمیکنیم. یهو از یه جای دیگه هم شنیدم که ما اینجا غذا میپزیم، با پول میفروشیم و همینطورم با قهوه چیز همه فکر میکنیم چطور میتونیم خرجمون کم کنیم و زیاد بفروشیم که وضع کلیسامون بهتر بشه. یا خدا اینجا صحبت کرد و یک کتاب دیگه هم میخوندم، شرمنده کرد و متوجه شدم من اصلا گناه میکنم. ما عنوان کلیسا گناه میکنیم. آمدم پیش نسرین، گفتم نسرین احساس میکنم ما اجازه نداریم اینجا چیزایی بفروشیم. خودشون گفته 100% ما موافق هستم. از همون لحظه زنگ زدیم به آشپزخونه، گفتم از امروز به بعد ما کلیسایی نیستیم که الان بفروش افراد چیزا رو بفروشیم، بلکه ما باید ببخشیم. از اون موقع، از اول مرس بود، دیدم که من اشتباه کردم. منم قسمت‌های ممون در من قرار گرفته بود. فکر می‌کردم، نگران کلیسا بودم. وضع کلیسامون چی میشه؟ شاید وضع کلیسامون خراب شده، چون واقعا اینطوری دائما اینجا خرید و فروش می‌کنیم. جلوی خداوند توبه کردم و جلوی شما عزیزان واقعا با تمام دل میگم توبه میکنم، من عنوان شبان اجازه نداشتم این کار رو انجام بدم. ما باید یک کلیسای باشیم که واقعا بپزیم، درست کنیم و بتونیم پخش کنیم، افراد بیان اینجا غذا بخورن و خداست که تمام پولاری که احتیاج هست میاره توی کلیسا. به این خاطر واقعا عزیزان، کلیسای آلفا میگه واقعا با تمام دل میتونم بگم من گناه کردم علیه خدا. به این خاطر این موعظه ها رو که میکنم، چون خدا دیدم که خیلی چیزایی هست که ما فکر نمی کنیم. چند ماه پیش میگفتم من اصلا با مامون کار ندارم و دیدم که چیزایی در من وجود داره. از اون موقع داد میکشم خدا من رو آزاد کنم، من نمیخوام، من تو رو میخوام. پول نباید مال من باشه یا بخشی از زندگی من باشه. من تعلق به پول نباید باشم. پول، حتی پولم مال خداست که بتونم طوری رفتار کنم با این پول. یا همینطور که هم گفتم در مورد یک کسی که واقعا آزاد شده، یک کسی که واقعا مرکز زندگیش عیسی مسیح، احتیاج نیست معامله کنی، چقدر بدم، چقدر ندم، چقدر اونجا چه شروع می‌کنی به بس کردن، چطور کاری بکنم که آخرش هم برای کسی کوچیک شرمنده می‌کنیم خدا رو. یک کسی که آزاد شده میدونه که این دادن 10% اول حق خداست و دادن
ده یک احترام گذاشتن به خداست. دادن ده یک اعلام من آزاد هستم از پول. خداوند خدای منه، چشمه زندگی منه، منشأ زندگی منه، اوست که من رو محافظت میکنه، نگه میداره، او مهیا کننده زندگی منه. اینه که ما اعلام میکنیم با این ده یک. به این خاطر اساس پادشاهی مسیح دادن است و نه گرفتن و نگه داشتن. فخر روحانی نه دارایی دنیایی. این چیزایی هست که الان احساس میکنم خدا خیلی با کلیسامون میخواد صحبت کنه، مخصوصا که امسال سال روح القدسه. ما به اندازه کافی در مورد شخصیت روح القدس صحبت کردیم. الان یک چیزی هست که خداوند میخواد ما رو هدایت کنه به یه بخشی که واقعا بتونیم عمل کنیم، واقعا بتونیم اینجا جلوی خداوند فروتن کنیم. عیسی مسیح میخواد شخصیت زندگی خودش، حیات خودش به ما ببخشه. سوال من اینه که آیا واقعا دنبال فقط برکت هستی؟ آیا دنبال این هستی خدا بیا زندگی تو رو عالی کنه، خوب کنم ایش که تو میخوایی؟ اینم انجام میده. اون محبت خداست. حتی کلام خدا میگه خدا باران رحمت رو شریران و رو عادلان میریزه و پدر آسمونیش ما به شما رسیدگی میکنه. خونه میخواین، اینو میخواین، اینو میخواین، همه چی رو به شما میبخشه و با برحال با صبر و تحمل انجام میده. فقط تبدیل شدن عزیزان ربطی به اون چیزایی نداره. دیگه خداوند زمانی که نگاه میکنه موقعت اونقدر برکت داده خداوند، دیگه میتونم بگم خودم خسته شدم از این برکت های تو، منم میخوام الان به یه جایی برسم واقعا تبدیل بشم، چون برکت هایی به برکت هایی به برکت هایی به من میدی. جان من، نفس من راضی نیست، تو رو میخوام، تو و تو و حیات تو. من میخوام تو رو زیست کنم، من میخوام هر روز زیست کنم، من میخوام چشمای تو رو داشته باشم. قدمایی که ور میدارم میخوام تو قدمای من رو ورداری. تو این بدن خودم رو میخوام به اختیار تو بسپارم. من چون هیچ چیزی ندارم به این دنیا بدم و تو در من چیزی داری به ایشان بدی. هر چقدر تو زندگی خودت رو به او بسپاری، هرچقدر واقعا آرزوی تو این باشه که واقعا خداوند، امروز آخرم میخوام دعا کنیم واقعا خداوند به یه جایی رسیدم، خداوند الان واقعا میخوام از همه چیزی که به من دادی الان میخوام بگذارم، من میخوام واقعا با تمام دل تو رو میخوام جستجو بکنم، من حاضر هستم خداوند به کمک تو تمام این صفت های زندگی، میگم که انسانت کهنه واقعا مثل یک دشمن ببینم. گوش میکنی؟ این دشمن شیطانیست، اون دشمن این نفس ماست که میخواد ما رو خفه کنه، از تمام حیاتی که خداوند به ما ببخشه من کنه. من باید خودم رو، این خودخواهی خودم رو، حسادت خودم رو، کل شقی خودم رو مثل یک دشمن ببینم که منو میخواد خفه کنه. و زمانی که واقعا با تمام دل و جان میگه خداوند من دنبال این طبیعت تو هستم که طبیعت تو در من شکل بگیره، و اون به هر حال روح القدس رو در ما قرار گرفته. تو روح القدس یعنی امکانات رو داری، ما احتیاج الان نیست که روح القدس بیاد، همه چی در ما قرار گرفته، فقط ما باید در این فروتنی، در این سرسپردگی، در این شکسته که این غرور شکست میخوره و اون موقع هست که حیات مسیح شروع میکنه تمام قسمت های سلولای نفس ما رو به دست گرفتن و یهو میبینیم حلم، تواضع، محبت، صبر، تمام این صفت های خدا شروع میکنی زیست کردن. چه چیزی بهتری وجود داره از مسیح رو زیست کنیم؟ هر چقدر تو تشنه باشی، هر چقدر تو بطلبی او رو جستجو بکنی و خودت رو فروتن کنی، خواهی دید او خواهد آمد، چون آرزوی اوست که تو رو تبدیل کنه. و زمانی که ما خیلی زیاد در مورد چی صحبت میکنیم، ملاقات، من
ملاقات شدم. عزیزان، ملاقاتی که واقعی اتفاق میفته زندگی تو رو، شخصیت تو رو عوض میکنه. ملاقاتی نیست که رفتی پیش خداوند، خدا به تو لذت های زیادی داده، خوبی داده، فقط تو همون شخصی که یک هفته پیش بود موندی. ملاقات واقعی در سرسپردگی، در خشک شدن، اعتراف کردن و در اونجا موندن. و اونجا زمانی که خدا میاد فکرت و دیدت و همه چی رو یواش یواش، یک پروسسی هست، عوض میکنه. و زیبایی اینه که عزیزان، هر چقدر این صفتهای خدا در ما قرار میگیره، اتوماتیک آزاد میشیم، چیزی دیگه نداریم. چون الان یه چیزی با یه گنجی اونجا وحش شدیم دیگه، هر چیزی که از ما میخوام میتونیم ببخشیم. یادتون از کلیسای اولی، اعمال رسولان، روح القدس آمده بود، میگه که 5,000 نفر ایمان آوردن، گفتن که هیچ کسی نیازی دیگه نداشت، همه هر چیزی بود تقسیم میکردن. یک شهادتی بزرگی بود. کسی که زیاد داشت به این یک شخصی میداد که نداشت، و همه مساوی، همه در شادی، با شادی می آمدن، می نشستن، غذا می خوردن، پرستش می کردن، شکرگزاری می کردن، و خداوند ادامه می داد و افراد نجات پیدا می کردن. چقدر زیباست. الان اگه به شما بگم از فردا برادر خواهرای عزیز، ما باید اینطوری با همدیگه اینطوری رفتار کنین، چرت و پرت. تا روح القدس نیاد، تا سرسپردگی نیاد، تا خدا ملاقات به تو نکنه، تا زندگی تو دگرگون نشه، تا ذهن مسیح، حیات مسیح، فروتنی مسیح در تو قرار نگیره، نمیتونی این کار انجام بدی. اما اگر روح القدس آمد، اگر در این سرسپردگی منتظر او باشی و ادامه بدی و ادامه بدی و ادامه بدی، او خواهد آمد. و اون چیزی که به دست خواهیم آورد غیر قابل مقایسه است به تمام گنج های این دنیا. تو دیگه مالک هیچ چیزی نخواهی بود، اما مالک یا عیسی مالک زندگی تو خواهد بود. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح میگه که خوش به حال مسکینان در روح، اینه ملکوت آسمان مال توست، مال منه. آمین. بیایم با هم دعا کنیم عزیزان. لحظه همینطور چشمان ببندیم. مرسی روح القدس، مرسی عیسی مسیح که چقدر با اشتیاق خداوند دنبال قلب‌های ما می‌دویی، چقدر اجازه می‌دی در زندگی ما به یه جاهایی می‌رسیم، به یه بن‌بست‌هایی برسیم، به مشکلاتی برسیم مثل یه کوه که جلوی ماست، خداوند نتونیم پر کنیم. و همه چیز فقط و فقط به خاطر اینکه تو میخوایی. بیایم به حضور تو و
هر شکستگی خودمون اعلام کنیم و بگیم خداوند هیچ چیزی ندارم. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، تقدیم نمایم قلبم را، شکوه خدا اینجاست، تسلیمت کنم جانم را، آرزویش که با تو ملاقات داشته باشه، تو خواهی انجام ده اراده در من، تسلیمت چقدر میخوایی الان وجودم را، بیایی به اون جلوی این پادشاه پادشاه به این رب بلربا به این خدایی که فروتن شد به صلیب، بهای تو رو پرداخت کرد. چقدر تو آماده هستی اون که خدا بود آمد جای غلام رو برداشت و تمام دردها زخمهای تو لعنتهای تو داوری تو رو برداشت. جانم را هر آنچه که تو خواهی انجام ده اراده در من. آیا حاضر هستی؟ تسلیمت کنم. آیا حاضر هستی؟ بیای به حضور خداوند که بگی خداوند انجام ده اراده در من، میخوام توبه کنم، تسلیمت کنم وجودم را، اعتراف کنم خداوند که فقط دنبال زندگی خودم بودم، که بیای جلو و بگی خداوند تنها چیزی که میتونم به تو بدم خداوند تمام گناهای ما، شکستای من، بی تفاوتهایی که من داشتم، خودخواهی، خودپرستی، این چیزهایی هست که خدا میپذیره که بیایی به خدا من ده. با تشکر که خدا من صحبت کرد، اگه خداوند تسلیمت کنم جانم را، خواهی مثل انجام ده اراده برهنه روحانی و فروتنی به سوی تو بیام خداوند، هیچ چیزی ندارم به تو بدم. میخوام با تمام دلم به من کمک کنی، من میخوام زندگی تو، حیات تو رو زیست کنم. اگه خدا با تو صحبت کرد و با من نه دنبال برکت هستی بلکه دنبال خود عیسی و حیات او، پس بیا جلو، فقط و فقط واقعا نگه تو واقعا میخوای در سرسپردگی زندگی کنی. بیا جلو و اعتراف کن غرور لجبازی هایی که کردی، شورشایی که کردی، گوش های تو که بستی که نبادا مبادا خدا با من صحبت کنه، تمام تلخی هایی که داری بین برادر، خواهرها، خانواده، بیا هر نوع حسادت، بدبینی که مثل یه دشمن تو رو اسیر کرده، فقط بیا جلو. اگه واقعا میخوای
خداوند کمک هم کن که در سر سپردگی زندگی کنم. من میخوام آزاد بشم. بیا جلو که نوعتاتی کردی، بیا جلو. اگه تو وابسته به پول، ببین ممون هستی، ممون تو رو، نفس تو رو فرو گرفته. بیا جلو اگه تو کنی که برای این دهیک هایی که ندادی و با خودم معامله کردی، فقط این دوزی از دید خدا، اینطوری خدا من میگه نمیتونی، نمیتونم حیات خودم رو در تو منتقل کنم. اگر صدای خدا فرار کردی، بیا جلو. حداقل یه نفرم اینجا باید بیاد. همینطوری این سرود رو میخونیم، با او صحبت کن، توبه کن و گناه های خودت رو به حضور او بیاد و میگه خداوند واقعا با قلب شکست آمدم، احکام تو رو انجام ندادم، طلب بخشش کن. اون با تمام دل به طلب، واقعا با تمام دل کلام خدا میگه کسی بیا جلو من توبه کنه، با تمام دل منو جستجو کنه و به طلب، اون موقع من شفا و آزاد خواهم کرد. به طلب با تمام دل که خداوند میخوام روح خودت رو به من ببخشی که هر روز بتونم روی تمام نفس خودم غلبه بیابم. با تمام دلم خداوند دعا میکنم این قدرت روح القدس رو به من ببخشی که بتونم خدا من هر روز به این دشمنی که در من بهنه بگم، با تمام دل به طلب که خدا من به تو این ایمان رو ببخشه و کمک کنه که بتونی این حیات عیسی رو، طبیعت عیسی رو زیست کنی. انجام ده ارادت در من، تسلیمت کنم وجودم را، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، تقدیم کلیسای تو رو عیسی جان، که امروز هم مطمئن هستم صحبت کردی که بتونی بیشتر به قلبتون نزدیک کنی، که ما بتونیم خدا به عنوان کلیسای آلفا اومگا واقعا بتونیم اینجا حیات رو زیست کنیم و مخصوصا آزاد بشیم از هر نوع وابستگی های این دنیا. کمک کن خدا من، دعا میکنیم مکاشفه رو به تک تک این عزیزان ببخشی خدا من، که واقعا درست هر روز بتونیم تشخیص بدیم واقعا زمانی که تو میخوایی هدایت کنی، راهنمایی کنی، تشخیص بدیم این گناه رو یا هر نوع روش بد با شخصیت تو. مرسی خداوند که روح القدس با وفاداریت با ما هستی و ما رو هدایت میکنی. شکرت میکنیم خداوند. خنش ما هم که اینجا همینطور زانو زدیم به حضور خداوند، احساس میکنم خدا من بهش ما میگه که بیسی و چیزی که قول داریم به من بریم انجام بدیم، روح من به شما کمک خواهد کرد.
قدم رو بردارین و با عمل نشون بدین و من به شما کمک خواهم کرد. نام عیسی مسیح.